با عرض سلام خدمت بینندگان محترم و عزیز تلویزیون سپیده استقلال و آزادی، همچنین عرض سلام دارم خدمت شما آقای بنیسر. سلام بر شما و شنوندگان و بینندگان فارسی زبان در سرتاسر جهان. آقای بنیسر، در مصاحبه که قبلا با شما داشتیم در زمینه اینکه چگونه مصلحت سنجی الغای ابتدا حس ناتوانی به انسان میکنه و سپس این تبدیل میشه به باور به ناتوانی به جای توانایی که ذاتی بشر هست، خب این همراه بعد از اون احساسهای انسان رو هم تغییر میده. وقتی انسان از توانایی به ناتوانی سیر میکنه، سیر منفی برعکس میکنه، احساساتی هم که ذاتی حس توانایی است و حس رو به آینده خود رو، بله، پیشاروی خود رو باز دیدن، شادی، برانگیختگی، یعنی خود انگیختگی، این تغییر خواهد کرد، حتما به ناامیدی، به غم، به کس کردگی. و به هر حال این ارتباط اینها رو لطفا در این مصاحبه بفرمایید. بله، عرض کنم که مصلحت وقتی که انسان مصلحت رو جانشین عمل به مصلحت و جانشین عمل به حقوق کرد، اون احساس ناتوانی تبدیل میشه به باور به ناتوانی و خود کمتر بینی و اون عقده‌ای که پیدا میشه. در عرض کنم 7 اسفند 1359 1395 که می شود 25 فوریه 2017، یه ماه پیش، این آماری در منتشر شده در باب بیماری کسکردگی در جهان. میگه 300 میلیون نفر به این کسکردگی گرفتارن، 300 میلیون، و 1000 میلیارد هزینه مداوای ایناست سالانه. ببینید که چه ثروتی هدر می رود و چه انسانهایی از توانایی های خودشون به دست خودشون خیشتن رو محروم می کنند. حالا ممکنه بگه آقا ما به دست خودمون نمی کنیم، نظام های اجتماعی و و و و و اونا هستن، نه که نیستن. در بلای سخت پدید آید فضل بزرگ مردی و سالاری. حالا بزرگ زنی هم فراهم می شود، ولی اون شاعر اون وقت به ذهنش نرسیده بود که زنان هم می توانند بزرگ زن باشند. به هر حال این اونجا انسان اختیارش دست خودشه، این از خودانگیختگیش غافل نشود، از استقلال و آزادیش غافل نشود، توانایی ذاتی حیات خود رو غافل نشود، این دچار غم و یأس نمیشه، گرفتار غمزدگی هم نمیشود. ولی اون نظام های اجتماعی هم دیگه بر جا نمیمونن که اون دلیل قرار بده برای اینکه من به این دلیل گرفتار غم و اینا هستم. خب این پس ما با یه مسئله جهانی روبرو هستیم الان که کسکردگی 300 میلیون. حالا اینها آمار نگرفتن که انسان‌های مایوس، مثلا این سازمان‌های سنجش افکار نرفتن ببینن که انسان‌های مایوس، انسان‌های غمگین، اینا چند درصدن، چه تعدادن بگیرن، اون وقت می‌بینی که یه اکثریت بزرگی از جامعه بشری گرفتار غم و یأسن. اگر یک میلیارد ما گرسنه داریم، نمی‌شود گفت اینا مردم شادی هستن و خود رو توانابینن و عرض کنم به شما گرفتار یأس هم نیستن و همش امید و شادی هستن. نه، این که نمیشه گفت. و حالا این بیماری رو آمار گرفتن به دلیل که این شرکت های داروسازی احتیاج دارن ببینن که چقدر بازار دارن، اما اون هنوز جزء بیماری نشده، تلقی نمیشه یأس و به اصطلاح غم. اینش که کسی هم نرفته آمار اونها رو بگیره. اگر آمار اونها رو بگیرن، هم در وطن خود ما آمار بگیرن، ببین چقدره افسردگی سر جاش، همین حالت غم و یأس، ببین چقدر گسترده است تو جامعه ما. خب عرض کنم که
بنابراین که این یأس و غم همراه با احساس ناتوانی، بلکه وقتی تشدید میشه همراه با باور به ناتوانی، اینست که این ستا با همن. یعنی آدمی که باور به تواناییش از دست داد، اصلا به کار نگرفت توانایی هاشو و یواش یواش القا شد در او که شما ناتوان هستی، این دچار یأس و غم هم می شود. شدید که شد اون وقت میشه کس کرده. عرض کنم که حالا اگر بیایم ببینیم که بپرسیم این که چرا با بایوسیم، خب ایرانی ها چرا این حالت یأس رو دارن؟ چرا میگن که مثلا مردم ایرانی مردم افسرده غمگین هستن، شادی از دلشون نمیاد، همشه حالتهای شادی هم که گاهی اینه آدم میبینه که مثل که مصنوعیه، خب به زور خود رو شاد نشون بده. چرا اینجوره؟ این وقت از صورت نگاه میکنیم و نمیخواییم به محتوا عبور کنیم، یه جواب براش قائل میشیم. یه وقت اصلا میخواییم از صورت به محتوا عبور کنیم، ببینیم که خب این جواب علت واقعیش چیه، چرا اینجا شده. عرض کنم به شما گاهی هم میشه که صورت محتوا رو میپوشونه و این ما یه صورتی نگاه میکنیم، خیال میکنیم وای بابا این آدم صورت شاد و خراب، بعد میبینیم که میگن نه آقا این خودش اینجور نمون شده و در تنهاییش گرفتار کش کردگی است و چنین و چنان. و این است که ظاهر مثلا همیشه بیان کننده سر ضمیر نیست، گاهی هم پوشاننده سر ضمیر است. خب اگر عبور کنیم بخوایم جواب را از محتوا بشنویم، میبینیم که بله این غم یأس میاد از باور به ناتوانی یا عقده خود کمتربینی. عقده خود برتربینی هم یأس و غم رو میاره ها. هر بار که اون ببینه که واقعیت بهش بگه آقا تو برتر نیستی، گرفتار غم و یأس میشه. این با اینه که این زورگوها دیکتاتورها همین دیگه، بر علت اون مثلا دینامیک یا اون پویایی زورگویی، غیر از اینکه عمل خود بر خود افزاز، اینم هست که اون دائم باید این احساس داشته باشه که بدتره. هرگاه این رو از دست بده مثل که دنیاش به آخر رسیده، گرفتار غم و یأس میشه. اینکه دیکتاتورها غالبا مردمی هستن غم زده به این دلیل، آخر سر هم اینا با مثل رضاخان ببینید، مثل استالین ببینید، هیتلر که خودش آتش زد، آقای خمینی ببینید که به قول این آقای هاشمی رفسنجانی یه دفعه که قبل یأس بهش مسئولی شده بود که گفت بود استعفا بدهد. اینا به این یک دلیلش این هست که نه، اعمالشون هم هست که اینا جلو چشمشون رو دایم، اون که وجدانشون هم هست، اما اینم هست که این چون خودش برتر میبینه، حالا واقعیت رو بروش میگیره که این آدم آقا این برتر نیستی، این تحمل نداره. اینکه مستبدها استعدادها رو تحمل نمی کنن دیگه دلیل مهمش اینه. گفت که به جم وزیر یا نخست وزیرش رضاخان بود یا وزیر دربارش بود، تو راه پذیرایی خوبی نشد از این ترکا، مهمان بودن مثلا هیئتی از ترکیه، تو راهن و این خیلی عصبانی شد و اونا اون مامورین اون راه به جمع گفتن که شما بهشون به عرض علازه آخه اینجا راهه، اینجا که اسباب پذیرایی فراهم نیست، ما چگونه اینکه تهران که نیست که ما پذیرایی شاهان از اینا بکنیم. اینا رفت و تعظیم کرد و به عرض رسوند، گفت تو خفه شو، من نمیدونم تو این کشور مصدق هست مؤتمن الملک هست، تو احمق کردم نخست وزیر که از این وزوری ها نکنیم. آره مستبد اینجوریه، نه خودشو برتر میبینه
تحمل کسی که استعدادی داشته باشه و خودش جلب معلومه که نه این خودش پیش اون پایین تر ببینه این رو نداره. حالا از این جالبتر مال اون وزیر داراییشه، الهیار ساله تعریف میکرد که رفتیم با ایشون معاول بوده الهیار ساله و اون امیر خسرو امیر حالا دیگه امیر خسرو وزیر بوده، گفت رفتیم بوشش اون هر چی پرسید این چیزای جواب داد. و من آمدیم بیرون گفتم که آخه شما چطور اینجا؟ گفت این اگر به تا بفهمه من شعور دارم چیزی میفهمم پدر من در میاره. این باید فکر کنه که من یه آدم احمق بی سوادیم. اینه که چاره ندارم که پیش او که میروم این خودم رو اینجوری جلوه بدم. این مال عهده خودبته. به محضی که این ببینه که ندی اون من نیست، اون برتر بیریش، رفت زیر سوال، دچار کش کردگی میشه. اینکه شما میبینید که از روزهای آخر این عمر آدم گرفتار کش کردگی است تا مرگ. این برای اون گرفتار عقده خود بینی بوده. خب به این ترتیب رابطه این ناتوانی، غم و یأس رو دیدیم. حالا وقتی که انسان این گرفتار می شود، خود دیگه به حقوق خودش به معنای اینه که به حقوق عمل نمی کنه، چون اول حق عمل می خواست بکنه به تواناییش به کار می گرفت، نه خود رو برتر می دید، نه خود رو حقیرتر می دید، خود رو انسان رشدیاب می دید، خب طبیعتا شادی و امیدم داشت. پس به وقتی به حق عمل نمی کنه، به اون ناحقی که عمل میکنه، یعنی به حکم قدرت که عمل میکنه، چجوری توجیه میکنه؟ هر توجیهی که میسازه اسمش میذاره مصلحت. پس مصلحت در واقع به اصطلاح توجیه کننده حالت ناتوانی، غم و یأس میشود. به این ترتیب میشه. خب عرض کنم به شما، شما بیاید در این یکی از مهمترین آسیب‌های اجتماعی ابتلا به مواد مخدره. از سیگار مبتلا به سیگار بگیر تا این انواع اقسام مخدرها که هر روز هم چیزهای جدید وارد می شود. دیگه بعد سابق ما اول که می شناختیم سیگار می شناختیم تریاک و قلیان. بعد یواش یواش دیدیم که گفتن نه اینا که چی تو آره اینا دیگه عقب ماندگیه. در قبل کوکائین و هروئین هم آمده، اونم اضافه شد. ولی حالا دیگه گاهی تو این فیلم هایی که در ایران ساخته می شود می بینیم که شیشه هم وارد شده دیگه. من بیشتر از این اقسام قرصایه. بله روانگردان اونم افزار شده شده دیگه. حالا اگه غیر از این هم جدیدن تولید شده دیگه من نمیشناسم. خب اینا عده هستن که اینا رو قاچاق میکنن و توزیع میکنن و عده بیچاره هم هستن که اینا رو میگیرن مصرف میکنن. حالا ما اونایی که مصرف میکنن کار میدونیم. عده از اونها رو من گفتگو کردم با ایشون و سعی کردم بفهمم چرا اینجوره. اینا بعضی هاش اونایی که من دیدم لاقل حالا عمومیت نداره، نمیخوام حکم عمومی صادر کنم. اینا استعدادهای خیلی خوبی هست. بر میخورن به مانه. نمیتونن این مانه رو به اصطلاح بردارن. یا خودتون به مانه که تربیت نشدن برای مقابله با مانه و برداشتن مانه. یه جوری بار آمدن تو خانواده ها که اینا رو آماده نکردن برای اینکه زندگی یک رشته موانع سر راشه. اینا رو باید توانایی داشت و برداشت. به مانع که بر میخوره این عقب میزنه. میده استعداد رو داره، نمیتونه به کار ببره، به سطوح میاد. این باید این خودش آرام کنه. تو یه چیزا هست که میگن آقا عصبانی شدی حالا یه لیوان آب سرد میکنی. گاهی با من یه لیوان آب سرد نیست، میگه آقا غم گرفتی، چیز احساس چیز داری، حالا یه پک بزن.
حالا یه نمیدونم چی دی اون اندازه هاشو نمیدونم مال این هروئین و این چیزا رو که چی، حالا یه اندازه از اون بخور این خوب میشه و اون حالت چیز در دست میره و شاد میشه و اینم نیاموخته. آقا این شادی طبیعی زندگی حیات منه، از بیرون القا نمی شود که از یه چیز دیگه من طلب کنم. اگر شد یعنی که من اون شادی طبیعی از دست دادم، غافلم ازش. خب شروع میکنه به این که این خود رو آرام کردن و استعداد رو که شما میگه آقا من بیکارم، آقا این رو به اصطلاح حالا اون میگه دیگه نق نزن دیگه، حالت نشه در حالتی است که اون استعداد دیگه نق نمیزنه، این دیگه گوشش به اگر هم بزنه این گوشش به کار نیست، در عالم هفروته. خب این به این ترتیب معتاد میشه، یه وقت به خودش میاد که میبینه که معتاد شده، غم و یأس هم روز افزون هم گشته، تبدیل هم شده به بیماری کسکردگی. هم معتاده هم گرفتار کسکردگیه. عرض کنم شما و این که انسان به طور خودانگیخته مصلحت بسنجه محاله، بلکه حالت خودانگیختگی حالت استقلال و آزادی است. مصلحت حالتی است که شما غافلید از استقلال و آزادی، بنده قدرتی. مثال بزنیم، در حالت خودانگیخته از شما یک سوالی اگر بکنن، این اون چرا که میدانی راست میپنداری میگویی، اصلا عقل دیگه هیچ کار دیگری انجام نمیده جز گفتن حقیقت، بیاد مسئله اصلا نمیفته. بس حالت خودانگیخته، در حالت خودانگیخته کسی مصلحت نمیسنجه، هیچ انسانی. اگر مادری بخواد به فرزندش محبت بکنه، شوهری به همسرش محبت بکنه، همسری به شوهر، زنی به شوهرش محبت بکنه، این حالت مستقیمه هیچ. اما یه وقت هست که میشه همین میشه مصلحت، پای مصلحت بمیاد. چه وقته؟ وقتی که این مثلا خانم میخواد که یک چیزی رو از شوهر بکنه، مثلا تیغش بزنه، شروع میکنه قربان صدقش رفتن. بله بری ما ناشناس امیدواریم امیدواریم ولی اونا که میشنوند و میبینند میدانند که این فراوان این حالت. ها اونجا مصلحت سرکلش پیدا میشه، میگه بخوای شما به این نتیجه برسی که شوهر مثلا فلان چیزی برای تو بخره، این باید که دلبری ازش بکنی، سرگوشش نوازشی بدی. ها این دو تا ببینی، دومی خود انگیختگی نیست. شما نشستی حساب کتاب کردی، میخوایی طرف رو رام کنی و موافق کنی با خواستت. این اینی که قیمت نداره، این ناز و نوازش. اون طرف هم میفهمه، میگه که خب حالا نازش چقدر بخریم. این مرسومه دیگه تو خانواده ها. بله خب عموی من داشتم پسرموش آماده و شهر ولخرجی کرده بود، اون زمان 15,000 تومان خرج بالا آورده بود. 15,000 تومان اون بر حالا شما ضرب زد نمیدونم چند هزار باید بکنی تا به پول امروز در بیاد. دو تا کله قند هم خریده بود برده بود برای اون در ده، برای اون عموی من. عموی من گفته بود که این دو کله قند ها رو هر کدوم یه دانه 1,000 تومان میتونم بخورم، بیشتر نه. 15,000 تومان خورد. بله اینجوریه، یعنی اون اینجا پای مصلحت پیش میاد. اون میخواد که پدر رو به اصطلاح نرم کنه که این شوکه دیگه 15,000 تومان. اون وقت
خیلی ثروتی بود. این که طرف آماده کنه که این قرض این آقا رو بده، دو تا گلقن به ذهنش رسیده بود که بره. اون پدرم در جا فهمید که این از راه محبت فرزندی پدری نیست که آمده ابراز من، این طمع داره و مصلحتاً دو تا کلقن برای ایشون خریده آورده. و اینا فراوان تو زندگی ها، بچه میخواد که مادرش راضی کنه به یک کاری و پدرش راضی کنه به کاری و لوس میکنه خودشو برای اونا. اینا معلومه، این چیزا رفتارها وقتی در خانواده ها رابطه ها بیشتر رابطه قوا هست، آره رابطه قوا هست، این گونه محبت هم متاسفانه میشود مصنوعی. اون چیزی که طبیعیه انسان دوست داشتن و دوست داشتن طبیعیه، به طور طبیعی خودش اظهار میکنه. سخن عشق نه اون است که آوید به زبان، خودش اظهار میکنه. اون طرف اگر ندید گیر داره که نمیبینه. ولی اگر کسی دوست بداره طرف مقابل بگه من نمیبینم که شما من دوست داشته باشی، گیر درونه. باید اون مانع رو از خودش برداره، حالت طبیعی پیدا کنه و حق دوست داشتن رو در خودش ببالانه، بهش عمل کنه، ببینه. خب پس به این ترتیب ما راحت میتونیم تمیز بدیم. وقتی که خودانگیخته عمل میکنیم، پای مصلحت به میان نمیاد. وقتی که نه، خودانگیخته عمل نمیکنیم، پای قدرت به میانه. ما میخواهیم یه رابطه قوایی برقرار کنیم، چیزی بستانیم یا چیزی را بقبولانیم، اونجا پای مصلحت به میان میاد. اگر محبتی هم بکنیم در این از راه مصلحت، این در واقع بیگانه کردیم، اون حق دوست داشتن و دوست داشته شدن را هم از خود بیگانه کردیم. مصلحت کارش اینه، کارش اینه که حق را در ناحق از خود بیگانه میکنه. پس انسان وقتی دچار غم و کسکردگی و یأس شد، باید متوجه میشه چه مصلحت هایی سنجیده که جانشینه. اصلا بله، چون کارش گفتیم دیگه، کارش این است که امید حق میکنه ناامیدی ناحق، شادی حق میکنه غم ناحق، توانایی حق میکنه ناتوانایی ناحق. کار مصلحت اینه. اگر شما دیدی که محبت رو مصنوعی شد نامحبت، شادی شد غم، امید شد ناامیدی، توانایی شد ناتوانایی، بدان که از حقوق خیش غافلی، بنده قدرت شدی و این مصلحت توجیهگر شده، توجیهگر اون رابطه‌ای که شما با قدرت تنظیم کردی و خودتو بنده او کردی، ذلیل کردی، ناتوانی در برابر او، این رو توجیه میکنی. یک علامت خیلی واضح هم دارد، اون این است که در حالت خودانگیخته انسان میگه منم که رشد میکنم، منم که تغییر میکنم، تغییر میدهم، من توانا هستم به رشد کردم. این حالت طبیعیه. حالت وقتی که این حالت نیست، انسان بنده قدرته و بنابراین مصلحت رو به کار میبره به عنوان توجیه کننده اون رابطه با قدرت، اون وقت میاد میگه که من که آقا نمیتوانم، آخه من چگونه بتوانم، من آقا شما بیافت جلو من بیام دنبالت، یکی بیافت جلو مردم بیان دنبالش، یکی بشه اصلاحگر، مردم اصلاح بشون، مردم مصلح میخوان. این علامت اینه که میگه من ناتوانم از تغییر، یک تغییر دهنده میخوام که منو تغییر بده، آدم کنه. که این نظریه هایی هست که الان هم در کشور ما رایجه دیگه. فراماسون ها میگفتن که ایرانی ها خودشون نمیتونن خودشون رو اصلاح کنن، روش بدهن، باید اختیار خودشون بدن غربی ها، اونا بیان اینا رو آدم کنن. آقایان مدعی ولایت فقیه میگوین که مردم خودشون صلاح
خیر و صلاح خودشون تشخیص نمیدهند و ولی امر باید اونها رو اصلاح کنند. این نظریه از اینجا میاد که انسانها پذیرفتن که ناتوانند. این علامت اینه، وقتی انسان پذیرفت که من نیستم که خودم رو تغییر میدهم، من توانایی تغییر را هم ندارم، این منکر حق خودشه که توانایی است. و چون اون توانایی تا منکر نشی نمیتونی بگی من نمیتونم تغییر کنم. نمیتوانم یعنی ناتوانی دیگه. پس من تغییر میکنم یعنی توانم. این علامتشه. جامعه هایی که مردم خود خیشتن رو تغییر دهنده نمیدانند، این جامعه ها به مسئله عمل میکنن، بنده قدرتن، عقب میرن، عقب میمونن، چون انتظار دارن دیگری اونها رو اصلاح کنه و دیگری رابطه با دیگری با مردم ناتوانه که خود را هم ناتوان، خود خیشتن را ناتوان باور دارند و میگویند تغییر نمیتوانیم بکنیم. اونها دیگری هر کی باشه، فرشتگان هم باشند، با این مردم جز رابطه قوا نمیتونه برقرار کنه. چرا؟ بدنی که خود شما که میگی من ناتوانم، جامعه اینه، او باید مرا راه ببرد. خب ناتوان چجوری راه ببرد؟ فرض کنیم ایشون میگم پیغمبر بیچاره از بس که این عادت کردن ذهنه خودشون این دروغ رو، پیغمبرای ما هم کردن گله چران، میگن اینا همه اول گله چران بودن بعد شدن پیغمبر. بیچاره مردم که در حکم گله به شما رو. و بیچاره اون پیامبرها که اینا شدن گله چران، نه اونا گله چران بودن نه مردم گله گوسفندن. اما اگر باور کردن گله چران کار چیه؟ یه سگ پاسبان میذاره اونجا که بره از گله خارج نشه، گرگمگ نخوردش ها، یک از اون چوبای دراز هم داره که اینا رو مثلا هر کدوم خواست از خط خارج بشه اینا رو دوباره بیاره تو گله، این کار میکنه دیگه. تازه اگر مهر و محبت داشته باشه، این نخواد که مثلا گلچماقی بکنه و اینا رو مثلا خیلی سخت بگیره با ایشون، اون وقعی واقعا سخت بگیره که به جای یک سگ دو سه تا سگ را میاندازه، به جای با چماق هم محکمتر میزنه، چون غیر از این ممکن نیست. اگر شما بپذیری که من توانا هستم و خود خویشتن رو تغییر میدهم، اون وقت دیگه محتاج این نیست که کسی بیاد شما را اصلاح کند. محتاج کسانی هستی که اون سازماندهی لازم رو برای اینکه این توانایی شما به تغییر به کار بیفتد و شما تغییر کنید و رشد بدید، اون سازماندهی رو پدید بیاره که این کار شدنی به عمل در بیاد. به این ترتیب ما میبینیم که خیلی مهمه که انسان‌ها مراقب خودانگیختگی خیشن، استقلال آزادی خودشون باشن. استقلال در تصمیم، آزادی در انتخاب نوع تصمیم. این عادی ترین وجه خودانگیختگی است. ولی اون حالت خلاقیت که انسان حالت عقل کارش خلقه، اگر این حالت خلاقیت رو شما داشته باشید و عقل شما خلاق بگردد، ابتکار بکنه، کشف بکنه، عرض کنم به شما خلق بکنه، اون وقت این خودانگیختگی شما کامل تر است. آزادی لحظه خلقه، اونجاست که شما دیگه با این هستی این همانی داری، این همانی با هستی استقلال است. خلقی که میکنی در این همانی، آزادی شماست. شاد و پیروز باشه.